و خوشا به حال همه عزیزانی که اینک به مسیح ایمان آوردن چرا که مطابق اشعیا 7:14 و انجیل متا 1:23 اعلام میکنه که نام نجات دهنده من و که به مسیح ایمان آوردیم امانوئیل یعنی خدا با ماست خدا ما را هرگز تنها نمیگذارد و او ما را حمایت خواهد کرد و همیشه کنار ما هستش همان گونه که پولس رسول در نامه اول قرنتیان یک نوح اعلام میکنه خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او آیا خداوند میمیره هرگز او ابدیه پس من و تو هم ابدی هستیم خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است همیشه به قول خودش وفادار است ذات خدایی نیستش که ایزان بی وفایی کنه اصلا خدا نمیتونه بی وفایی کنه وفای خدا همیشگی است باز پولس رسول در دوم تیموتائوس 2:13 دو اعلام میکنه ولی اگر بی وفایی کنیم یعنی من اگر بی وفا بشم او وفادار خواهد بود اون همیشه است اصلا نمیتونه بی وفایی کنه زیرا او نمیتواند خود را انکار کنه ذاتش رو نمیتونه انکار کنه بنابراین اگر مسیح با ماست یعنی مطابق همون گونه که گفتم مکاشفه 3:20 مسیح در قلب ماست قلب که تلمبه است در فکر ماست یه فکر ما هست قلبی که در کتاب مقدس میگه منظور افکار ما هستش پس اون چون در افکار ما هست ما میتوانیم نیاز رو انگیزه هامون رو اهدافمون رو به حضور او ببریم از اون مشورت بگیریم تا موفقیت هامون رو نیز ببینیم